سرخط خبرها. خسروی آواز ایران، استاد محمد رضا شجریان درگذشت. رئیس حوزه ریاست مجلس، جلسه سران قوا لغو نشده بود، روحانی نیامد. در ایران اجازه نمی‌دهند که خودروی خارجی با قیمت 100 یا 200 میلیون تومان عرضه شود، زیرا خودروهای ایرانی دیگر خریداری نخواهد داشت. وزیر ارتباطات ایران: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. استاد محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، درگذشت. همایون شجریان، فرزند او، خبر درگذشت استاد شجریان را در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد. محمد رضا شجریان در سالهای اخیر بیمار بود و در ماهای اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شد. آقای شجریان در چند روز اخیر بار دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود. محمد رضا شجریان در مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد و به هنگام مرگ 80 سال داشت. ساعتی بعد از درگذشت او، تعدادی از هواداران آقای شجریان به شکل خودجوش در برابر بیمارستان جامع تهران که او در آنجا بستری بود تجمع کردند. آقای شجریان اسفند ماه 98 هم به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بیمارستانی در تهران بستری شد. او پس از مدتی در خانه تحت نظر پزشکان قرار گرفت. پر آوازه ترین استاد موسیقی سنتی ایران از سال 95 به علت بیماری در داخل و خارج از ایران تحت مداوا قرار داشته است. محمد رضا شجریان در سال 94 کنسرت خود را در ارمنستان لغو کرد و در توضیحان گفت: پزشک معالجم موردی را در MRI اخیرم مشاهده کرده که قاطعانه از من خواست سفرم را لغو کرده تا برای 6 تا 8 هفته زیر نظر ایشان به معالجه و درمان مورد دیده شده بپردازم. حدود یک ماه بعد و در نوروز 95 او ویدیویی منتشر کرد که در آن موهایش را کوتاه کرده بود و تلویحاً از بیماری طولانی مدت خود خبر می‌داد. استاد آواز ایران در بخشی از این ویدیو گفته بود: با مهمان 15 ساله‌ای سالهاست آشنا هستم و با هم دوست شده ایم. آقای شجریان در آن زمان گفت که در حال معالجه است و قول داد که پس از درمان به کار هنری خود برگردد. نام استاد شجریان با موسیقی معاصر ایران چنان گره خورده که شاید گزاف نباشد که او را مهمترین چهره موسیقی سنتی ایران در یک قرن گذشته بدانیم. شجریان با آنکه خود می گفت سیاسی نیست، شاید بیش از هر هنرمند دیگری در ایران آثارش ناخودآگاه با سیاست گره خورد. شجریان خطاط زبده‌ای بود که در انجمن خوشنویسان ایران تا مرحله ممتازی پیش آمده بود. او علاقه فراوانی به باغبانی، عکاسی، نجاری و کوهنوردی داشت. وی کارش را ابتدا با رادیو شروع کرد، اما سال 54 همکاریش را با رادیو و بعد با مرکز حفظ و اشاعه موسیقی قطع کرد. شجریان آخرین بار در ایران سال 1387 کنسرت برگزار کرد. موزگیری علیه او به اندازه بود که پخش دعای ربنا با صدای او که از سال 58 در تمام ماه رمضان‌ها در آستانه افطار از تلویزیون ایران پخش می شد تا زمانی که او زنده بود متوقف شد. رئیس حوزه ریاست مجلس اعلام کرد با وجود آنکه شرایط لازم برای برگزاری جلسه سران قوا در مجلس فراهم شده بود، روحانی از حضور در این جلسه سرباز زد. همزمان شیوع ویروس کرونا در مجلس بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه لغو جلسه سران قوا
در روز سه‌شنبه مصادف با 15 مهر ماه از سوی مجلس اعلام شده بود، توضیح داد مجلس نه تنها در جریان موضوع لغو جلسه سران قوا نبود، بلکه تدابیر لازم برای برگزاری جلسه را نیز فراهم کرده بود و با این حال رئیس دفتر روحانی در تماس تلفنی اعلام کرد که به دلیل نظر ستاد کرونا روحانی در این نشست حضور نمی‌یابد و برگزاری جلسه را به زمان دیگری موکول کرد. با بازدید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از بخش مراقبت‌های ویژه بیماران کرونایی بیمارستان امام خمینی در تهران و خودداری حسن روحانی از حضور در مجلس شورای اسلامی دوگانه تازه‌ای شکل گرفته است. شهامت اصولگرایان با سابقه نظامیگری در مقابل احتیاط طرفداران دولت. به گزارش همشهری در مجلس 11 مجموعاً 37 نماینده تا کنون به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر همین اساس هر هفته از نمایندگان مجلس تست کرونا گرفته می شود. از تیر سال جاری به این سو هم رفت آمد مقام‌های اجرایی به مجلس محدود شده است. اداره اخبار مجلس ورود خبرنگاران و عکاسان را به حداقل رسانیده و با این حال میزان ابتلای نمایندگان به کووید 19 کاهش پیدا نکرده است. افزایش تجمعها و گدههای چند نفره و تشکیل حلقه‌های پارلمانی سبب شیوع ویروس کرونا در مجلس شورای اسلامی است. محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان، محمد موحد نماینده کهگیلویه، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، منصور آرامی نماینده بندرعباس، علیرضا ناصری نماینده مسجد سلیمان، حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر، وحید جلالزاده نماینده ارومیه و محمد مظلومی نماینده بهبهان یکی پس از دیگری به کووید 19 مبتلا شدند. عیسی جعفری نماینده کبودراهنگ در مجلس 11 که سابقه حضور در مجلس 8 را هم دارد، 23 تیر ماه سال جاری در اثر ابتلا به کووید 19 درگذشت. غلامرضا نوری نماینده بستان آباد در مجلس به اعتراض گفته بود تراکم جمعیت در صحن علنی و کمیسیون ها ممکن است به توسعه همگیری کرونا در مجلس دامن بزند و از هیئت رئیسه خواسته بود در تشکیل جلسات علنی و کمیسیون ها پروتکل های بهداشتی رعایت شود. طرفداران و حامیان روحانی رئیس مجلس را متهم کردند که دغدغه های تبلیغاتی و برندسازی های شخصی را آنقدر فربه کرده است که از نگرانی برای سلامت عمومی غافل مانده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو با ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی و ژاپن گفت این کشورها از یک سال و نیم پیش مستقیما پیشنهاد کردند که در ازای پولهای بلوکه شده ایران صادرات خودرو به کشور ما داشته باشند و به گفته دادفر واردات خودرو با استفاده از سرمایه شرکت‌های نمایندگی خودروسازان خارجی در کشورهای دیگر نیز از جمله پیشنهادهای ما بود. به این صورت که نمایندگی ها بتوانند با استفاده از سرمایه خود در خارج از کشور نسبت به خرید خودرو و واردات آن اقدام کنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که واردات خودروهای کار کرده چقدر می تواند بر بازار خودرو تأثیر گذار باشد نیز گفت برای واردات خودروهای 0 کیلومتر سختگیری‌های زیادی اعمال می شود و ایرادات بسیاری می گیرند. چه برسد به این که بخواهیم خودروی کار کرده وارد کنیم. ایرادات زیادی به آن خواهند گرفت وگرنه می توانیم خودروی مدل 2017 را با 1/3 قیمت خودروهای مدل 2020 خریداری کنیم. وی تاکید کرد در ایران اجازه نمی دهند که خودروی خارجی با قیمت 100 یا 200 میلیون تومان عرضه شود، زیرا در این صورت خودروهای ایرانی دیگر خریداری نخواهند داشت. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران گزارش‌های مربوط به فیلتر شدن اینستاگرام را تکذیب کرد. او درباره فیلتر شدن سایت دیسکورد نرم افزار برقراری تماس تلفنی در بستر شبکه برای گیمرها در سیستم عامل‌های مختلف گفت آنچه به من گفتند این است که نرم افزار دیسکورد از دامنه دیسکورد تب استفاده می‌کرده و این دامنه متعلق به یک سایت غیر اخلاقی بوده که از مدت
قبل به همین دلیل فیلتر شده است. جهرامی که به سوالات دنبال کنندگان اینستاگرام خود پاسخ میداد، افسود اخیراً مالکان نرم افزار دیسکورد دامنه را از مالکان سایت غیر اخلاقی خریداری کردند و نرم افزارشان را روی این دامنه بالا آوردند. به این دلیل نرم افزار در ایران از دسترس خارج شده است. وی گفت که با ارائه این توضیحات از دادستانی خواسته است تا مجوز خروج دامنه دیسکورد از لیست مسدودی را صادر کند.